توجیکستان امومالی رامون روز دومی ایون در ترکیب حکومتش یک سلسله تغییرات کادری به عمل آورد که از همه پرسر و صداش البته برکناری داماد پرنفوذش جمال‌الدین نورعلیف از مقام معاون اول رئیس بانک ملی است. در فرمان برکناری نورعلیف که برای تصدیق به مجلس نمایندگان پلت پایان پارلمان ارائه می شود، به سبب به کار دیگر گذشتن، سبب رسمی از وظیفه معاون اول رئیس بانک ملی آزاد کردن او گفته شده است، ولی معلوم نیست که آیا جمال‌الدین نورعلیف مشخصا به کدام کار دیگر گذرانده شده است. جمال‌الدین نورعلیف همسر دختر دوم امومالی رحمان و رئیس دستگاه پرزیدنت آزاده رحمان که قبلا معاون اول وزیر مالیه بود، از ماه می سال 2015 در مقام معاون اول رئیس بانک ملی کار میکرد. برکناری او در حال صورت گرفت که ماه ایون سال 2020 پرزیدنت امومالی رحمان زمان ماموریت نورعلیف را در مقام معاون اول رئیس بانک ملی برای 5 سال دیگر تمدید کرده بود. جمال‌الدین نورعلیف دوم اکتبر سال 1977 در نوای دنگره به دنیا آمده، سال 1999 دانشکده تجارت تاجیکستان را ختم کرده است. بعد ختم دانشگاه و ازدواجش با آزاده رحمان، جمال‌الدین نورعلیف از سال 2001 تا 2004 در واشنگتن نماینده تاجیکستان در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بود. بعد برگشتنش به تاجیکستان او سال 2007 وقتی که عمری 30 سال داشت معاون وزیر مالیه و سال 2010 در سن 33 معاون اول وزیر مالیه تاجیکستان تعیین شد. جمال‌الدین نورعلی و آزاده رحمان 5 فرزند دارند. پسر کلونی آنها فریدون در آمریکا تحصیل میکند. شرکت آیریس که با صورت نگاهبی و پولچینی در راه دوشنبه خوجند را در دست دارد به جمال‌الدین نورعلیف نسبت داده می شود، ولی او این را رد می کند. در چارچوب تغییرات کادری روز دوم ایون همچنین عبدالقادر ولیزاده که بعد برکناریش از مقام شهردار کولوب منصب نو نداشت به جای جبار نظیرزاده رئیس نویه شهر نو تعیین شده است. نظیرزاده به نوبت خود معاون وزیر کشاورزی تعیین شد. اهل‌الدین عبادالله‌زاده مقام مدیر آثارخانه ملی را برای معاونش ظفرشاه ابراهیم‌زاده خالی کرده به جای نومونجان غفاری به مقام رکتور دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی تعیین شده است. جورا کبیرزاده از مقام مشاور یاردمچی پرزیدنت آزاد کرده شده. عبدالواسط شادنیا معاون اول مدیر مرکز ملی تستی و اکدم عالمجان‌زاده معاون مدیر این مرکز تعیین شد. همچنین شادیان اسمت الله به سبب به کار دیگر گذشتن از وظیفه مدیر مرکز برنامه های بین المللی، عبدالسلام میرعلی‌زاده از وظیفه رکتور دانشگاه کولوب آزاد کرده شده، دلشاد سفرزاده دایرکتور اگنتی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان، خول محمدزاده سوربون و منوچهر سفرزاده معاون وزیر انرژیتیکا و ذخیره آب، اودینزاده رمضان مدیر مرکز برنامه های بین المللی و دلشاد رحمان رکتور دانشگاه کولوب تعیین شدند. همچنین الهامجان قادری به جای عارف علی مردانزاده مدیر مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالایوقت در نوای کوشانیان تعیین کرده شد.